به نام خداوند دل و جان و خرد نخست به دوستان گرامی استادان ارجمند درود میفرستم و از دستن درکاران اجرای این برنامه خجسته اندیشیدن با ابن سینا سپاسگزاری میکنم ترجیح دادم که به سادگی آنچه نوشتم قرائت کنم و روخانی کنم و امیدوارم که از نقد و نظر دوستان ارجمند استادان فاضل برخوردار باشم اندیشیدن با ابن سینا عنوان این برنامه یعنی اندیشیدن با ابن سینا پرمعنا و الهام بخش است زیرا بیش از آنکه متضمن بو علی مفقود و متکثر در وجوه و شعب دانش باشد تدایی کننده ابن سینای زنده واحدی است که شاید بتوان با تمامیت او همراه شد و با او اندیشید و به چارجویی برای حل مسائل روز پرداخت سخن را از اینجا آغاز می کنم که ما پس از سپری شدن صده ها از درگذشت بو علی برای اندریافت یک پارچه منظومه جهان شناسی او چندان کامیاب نیستیم در واقع همه اندیشمندان بزرگ چند ساحتی پس از مرگ در ازهان آیندگان به تدریج دچار تجزیه و گسیختگی می شوند و آنچه ما از آنها می همچون نماهای تخت گسسته ثابت از جریان تفکر پویا و گرم و جاندار آنها در هنگام حیاتشان است که شاید تنها شاگردان نزدیک و هوشیار آن بزرگان و رهروان دلاگاه آنان امکان درکی حضوری از آن را داشته باشند به بیان دیگر ابعاد گوناگونی که در شبکه معارف دانشوران چند ساحتی به نحو متعامل و سازگار و همگرا سازمان یافته بوده است پس از مرگشان به دست هر گروه از علاق مندان و دوستداران آنها گسیخته و پاره پاره می شود تا دقیق تر بشه درآید. دراید اما همین شیوه به جایی میرسد که پس از این تجزیه نمی توانیم دریافتی از انسجام و تمامیت ای تفکر آنان در حالت زنده و واقعی به دست بیاوریم و بدانیم که بنا به فرض اگر آنها با سوالات چند وجهی پیچیده ای در روزگار ما مواجه می شدند چگونه در صورت شخص عالم واحد با بهره از آن شبکه در هم تنیده حکمت و معارف برای آن راه حلی اکتشافی ولو صرفا نظری می در بزرگداشت کسانی همچون ابن سینا بایسته است به این نکته واقف باشیم که شیخ رئیس طبیعت شناس و گیتی پژوه و طبیب و ریاضیدان و موسیقی شناس و منطق ورز و جانشناس و یزدان شناس هست اما با آنکه این همه در او هست ولی او همه این نیست زیرا اندرمیان شاخ و بن همه این علم و فهم ها و جان دانشمند نیز راهها و پیوندگاه های پنهانی می روید که به آن همه همگرایی می بخشد و به یک ابر معرفتی می انجامد که اجزای آن در یکدیگر میتنند و در هم می پویند. گویا آنچه در بو عدیمی گذشت انباشت شدن دانشی بر دانش دیگر نبود بلکه سلوک نیل به دانایی با نگاهی پرندوار از فراز معقول به محسوس و نظر و تجربه در محسوس به سوی ادراک امر معقول بود بر این مبنا ما نیز نیاز داریم که به جای روی کردهای خطی و گسسته یا حتی روی کردهای تجمیعی و چند رشدعی به شناخت علی با الگوی میان ای. و سیستمی و تعاملی با خود و ابن سینا سخن بگوییم و همراه با یکدیگر و با او بیندیش فراز دیگر ابن سینا در میان مردم امروز بیشتر در جایگاه طبیب زبان زده است و از میان کتب وی نیز قانون در طب تا اندازه ای در نشر و گسترش کامیابتر بوده است با این حال ابن سینا نه تنها در قامت و هیئت جامع خود در میان ما غریب است بلکه حتی در همین شاخه طب نیز با یک بوعلی ناتمام و گسسته مواجهیم بیشتر آنچه امروز با نام طب سنتی در جریان است تنها به بخشی خرد از گزاره ها و آموزه های سینوی در شناخت رویدادهای زیستی انسان و تندرستی و بیماری او قانع شده و از جان مایه فهم سینوی از طبیعت انسان گذر نکرده است بو علی حتی همین نظام زیستی بدن را نیز بسی فراتر از ارکان و مزاج و اخلاط میدانست و فهمش از تن زنده چونان نبود که هر رویداد زیستی را به گرمی یا سردی منتصب کند یا فرایند وقوعش را با موادی متعین و هموار ثابت مانند بلغم و صفرا و دم و سودا توضیح دهد شگفتا که او در تبویب و تفصیل شفا به اعتبار شدت تعلق نفس و بدن علم و نفس را در مبحث طبیعیات گنجانده است در حالی که آنچه امروز از هند تا ایران در میان درمانگران طب سنتی قلب و رواجی تام دارد تکیه مفرد و البته سطحی به گوشه ای از طب نظری مانند کیفیات گرم و سرد و مدل اخلاط اربعه است و این ساده انگاشتن امر پیچیده زیستی نه تنها راه را بر بست و بهبود و ارتقاء مدل پیشین بسته بلکه حتی با القای استقنایی کاذب رجوع کافی به متن نس برای فهم پیوستار مفاهیم و معانی دیگر را نیز به تنگنای قفلت و فراموشی رانده است متاسفانه انفکاک طب از حکمت طبیعیات همان مفاهیم اولیه مانند حرارت و برودت و رطوبت و یبوست را نیز دچار فرسایش و استهلاکی کرده است که برای بیان آن مجال نیست تراز دیگر بزرگ داشت بو علی در طب به این است که به الگوی فیلسوف پزشک نظر کنیم چونان که می دانیم موضوع دانش پزشکی شناخت تن انسان زنده و تغییرات حالات آن در تندرستی و بیماری است اگر این تغییرات را برایند در همکنش شبکه ای از عوامل زیستی تنانه و برون تنانه عوامل روانی میان فردی اجتماعی فرهنگی و معنوی بدانیم با درجه بالایی از پیچیدگی مواجه می شویم. که نشان دادن آن در یک مدل هر چند موسع و چند بعدی بسیار دشوار است طبیب دانایی جو خود را هم نیازمند به شناخت سامانه های زیستی در پیکر زنده و محیط آن میبیند. و هم محتاج فهم سامانه آگاهی ها و اطلاعات عامل در سامانه های پیکری از جمله امور ذهنی و هیجانی و فرهنگ و معنا و دیگر چیزها و هم حاجتمند به فهم برهم کنش های پیچیده در هر یک از این دو نوع سامانه و میان این دو نوع سامانه که سرانجام به فعل و کنش انسان زنده می انجامد. و در حالات گوناگون تندرستی و بیماری او ظهور می‌یابد. گوینده عبارات روانزیست پزشکی یا طب ذهن بدن یا طب روانتنی سایکوسوماتیک را برای بیان مقصود خود چندان رسا نمیداند و ترجیح میدهد که اجالتا و شاید موقتا از مدل جانتن پزشکی بهرهمند گردد و به این نام بخواند البته مراد گوینده از تن تنها همین بخش ملموس و مرعی بدن نیست و از جان نیز حیات و امر روانی و ذهنی آدمی را در نظر ندارد بلکه از جان آگاهی و شعور سرایانمند در اجزای سامانه بزرگ جهان زندگان را قصد می کند که بر هر حرکت و فعل موجود زنده فرمان می راند و با آن پیش می ره. اقامه و احیا و تولی این جان تن پزشکی نیازمند همگرایی اهل حکمت به ویژه طبیبان شناسنده ای با الگوی شیخ و رئیس است که در قامت طبیعیدان جانشناس و فیلسوف پزشک هم به مشاهده پدیدارهای محسوس پیکرین و توصیف چگونگی آنها بپردازند و هم در میدان کشف و تبیین چرایی و چگونگی آنها کارزار کنند و از محسوس به معقول و معقول به محسوس در سیر و سلوک باشند گوینده بر این رأی است که طب حکمت بنیان ایرانی نیازمند نقد و وارسی و توسعه و ارتقا است تا مدد پیشین در کشف پیچیدگی های تن زنده و حالات آن را ارتقا و بهبود دهد و برای تحقق این امر توجهی ویژه به احیاء فیلسوف پزشکی با الگوی شیخ رئیس ضروری است یعنی کسانی که بجز اشتغال به تبابت و حفظ یا حتی تولید دانسته های خرد پراکنده دغدغه شناخت کل شناخت هستی و هستان نیز داشته باشند و مشتاق به خبردار شدگی از آفرینش و آفریدگان و نیل به دانایی باشند بدین گونه خواهد بود که تب نیز از چشمه اصلی خود یعنی حکمت برخوردار خواهد شد و به حقیقت رشد خواهد کرد